به همگی، میسیز ریپورتر هستم. خیلی ممنون که امروزم همراه ما هستید و ما رو میشنوید. قبل از شنیدن خبر امروز، لطفاً ما رو سابسکرایب بفرمایید و همراه ما باشید. امروز میخواییم راجع به توضیحات محیط زیست درباره دیده شدن تمساح در چیتگر با شما صحبت کنیم. با ما همراه باشید. رئیس اداره نظارت بر امور حیات وحش سازمان محیط زیست استان تهران با بیان اینکه امکان وجود تمساح در دریاچه چیتگر وجود ندارد گفت احتمالاً این تصویر منتشر شده مربوط به اردک ماهی می باشد که حدوداً این حیوان هم ابعادی 1 متری دارد و آن ساعت با پوزهی شبیه تمساح و چشمانی برجسته روی آب قرار داشته است. محمد کرمی رئیس اداره نظارت بر امور حیات وحش سازمان محیط زیست استان تهران اظهار کرد تصویر گرفته شده از دریاچه چیتگر توسط یکی از شهروندان مبنی بر وجود تمساح در این محل هنگام شب بوده و به خوبی مشخص نیست. وی در ادامه گفت تمساح حیوانی خونسرد است و حتما باید تعادل دمای بدنش در طول روز بیرون از آب بیاید تا آفتاب بگیرد و بتواند به زیست خود ادامه دهد. رئیس اداره نظارت بر امور حیات وحش سازمان محیط زیست استان تهران اضافه کرد طی گفتگو با تعدادی از کارشناسان معتقدند در این شرایط و دما تمساح زنده نمی ماند چون این حیوان در دمای زیر 4 درجه به کما و مرگ می رود. کرمی یادآور شد مسئولان چیتگر همچنین گشت محیط زیست در آن محدوده موردی از تمساح مشاهده نکرده اند. رئیس اداره نظارت بر امور حیات وحش سازمان محیط زیست استان تهران با تأکید بر اینکه تمساح باید در طول روز حتماً بیرون آب دیده شود خاطر نشان کرد این شایعه که به خاطر تمساح دریاچه چیتگر بسته شده است صحت ندارد و مسئولان پارک کرونا و عملیات عمرانی را علت آن اعلام کرده اند. کرمی عنوان کرد ممکن است هر حیوان و جانوری در این دریاچه مانند اردک ماهی رها شود ولی راه ورودی به هیچ وجه وجود ندارد. وی در پایان بیان کرد در استان تهران یا مناطق شمالی ایران تمساح وجود ندارد و فقط سیستان و بلوچستان شرایط و زیستگاه این حیوان را دارد. رئیس اداره محیط زیست شهرستان تهران با اشاره به ماجرای دیده شدن تمساح در دریاچه چیتگر گفت اینکه گفته می شود آن تمساح وجود دارد کسی هنوز به صورت قطعی نمی تواند موضوع را تایید کند و ما هم دقیقا نمی دانیم دلیل این نو پیچیدن خبر و اطلاعات از کجا بوده است. فاطمه برنا رئیس اداره محیط زیست شهرستان تهران در گفتگو با خبرگزاری‌های مختلف با اشاره به ماجرای پیدا شدن یک تمساح 3.5 متری در دریاچه چیتگر بیان کرد قاعدتاً شرایط آنجا اجازه زندگی یک تمساح را نمی‌دهد و این گزارشی بود که به ما رسیده و تا الان 2 بار کارشناسان ما آنجا رفتن و بازدید انجام دادن ولی نتیجه‌ای نگرفتن و حتی اداره کل استان هم آنجا رفته و باز هم بررسی ها به نتیجه نرسیده است. وی ادامه داد اینکه گفته می شود آنجا تمساحی وجود دارد هنوز به صورت قطعی نمی تواند موضوع را تایید کرد
و ما هم دقیقا نمی دانیم این خبر از کجا آمده. رها کردن آبزیان در دریاچه توسط مردم، این موضوع کار بسیار اشتباهی است و اصلا این موضوع را قبول نمی کنیم، چون بعضی ماهیان آبزی مثل ماهی قرمز می تواند برای سایر ماهی ها یک گونه مهاجم باشد و اینکه این ماهی را در هر جایی رها سازی کنند کار بسیار اشتباهی است. حتی در دریاچه چیتگر هم نباید این کار را انجام دهند. فاطمه برنا بیان کرد گونه ای مثل تمساح یا کروکودیل قضیهشون با بقیه آبزیان فرق داره و اصلا ممنوعیت نگهداری در خانه رو ندارند و اگر کسی هم آن را در خانه نگه دارد در واقع طبق قانون مرتکب جرم است. وی ادامه داد اگر هم افراد توانایی نگهداری آن گونه ها را ندارند یا از پس آن بر نمی آیند باید آن را تحویل محیط زیست بدهند، چون اگر آن را هر جایی رها سازی کنند کار بسیار اشتباهی است، ضمن اینکه برای خود آن گونه هم باعث ایجاد خطر می شود. فاطمه برنا افزود چون هر جایی محیط زیست و محیط زندگی و زیستگاه این گونه ها وجود نخواهد داشت و خواهش من از مردم این است که حتما اگر مواردی این چنینی را می‌بینند مستقیم با خود محیط زیست تماس بگیرند و اجازه دهند کارشناس محیط زیستی در این حوزه ورود کنند. فاطمه برنا در پایان گفت اگر افراد گونه‌ای دارند که امکان نگهداری از آن را ندارند آن را تحویل محیط زیست بدهند و اجازه دهند محیط زیست آن را به زیستگاهش برگرداند و خودشان در انتخاب زیستگاه جاندار نقش نداشته باشند. خب عزیزان دلم، دوستان جان من، خبری که به تازگی در فضای مجازی پیچیده اینه که رد پای تمساح رو در دریاچه چیتگر مشاهده کردن مردم. در هر صورت ما آرزو میکنیم که صحت نداشته باشه و واقعا این خبرها خیلی زود رایج میشه و حالا همه مردم ازش اطلاع پیدا میکنن و مطلع میکنه مردم رو. امیدواریم که این خبر درست نباشه و صحت نداشته باشه. دوست داشتیم این خبر رو به سمع و نظرتون برسونیم. خیلی ممنون که امروز هم همراه ما بودید و همراهمون شدید. ازتون میخواییم که ما رو سابسکرایب بفرمایید، در یوتیوب، اینستاگرام و فیسبوک هم همراه ما باشید. تا خبرهای بعد، بدرود عزیزان دل، مراقب خودتون باشید.